بهران براتی، کارشناس رابط بین الملل از برلین آلمان همراه ما هستند. آقای براتی، وزارت خارجه آمریکا به سرعت به صحبت‌های وزیر خارجه ایران واکنش نشون داد و از مذاکره مستقیم سریع و فوری صحبت کرده. نظر شما در رابطه با این واکنش آمریکا چیست؟ البته علت واکنش مثبت آمریکا این بوده که پیشنهاد مذاکره مستقیم از طرف نماینده آمریکا در وین آمده بود. آقای مالی بر این نظر بود که اون چی که جمهوری اسلامی به عنوان تضمین از آمریکا میخواد که دیگر آمریکا برجام رو ترک نکنه و تحریم ها دوباره برنگرده، راه حلی که به نظر ایشون رسیده بود این بود که شرکت ها و سرمایه‌گذاران آمریکایی مستقیما در بخش های مختلف اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری کنند و بعد از چنین حضوری دیگر این به نفع آمریکا نخواهد بود که از برجام بیرون بیاد و تحریم های جدیدی رو وضع بکنه. و با این پیشنهاد فکر میکنم جمهوری اسلامی خودشون رو مشغول کردن و دیدن که این راه حلی است که الان میتونه به نفع اونها هم باشه. خب ما میدونیم که 3 نفر از اعضای تیم مذاکره کننده آمریکایی موافق نبودن، تیم رو ترک کردن، ولی آقای مالی به نظر میاد که موفق شده و آقای بایدن هم الان احتیاج به یک موفقیت فوری در زمینه سیاست خارجی داره، بنابراین حضور شرکت‌های آمریکایی در ایران رو به عنوان یک موفقیت دیپلماتیک برای خودش خواهد دید. اما در رابطه با جمهوری اسلامی ما شاهد یک چرخش واضحی هستیم در مواضع سیاست خارجیشون، به خصوص که تا چند ماه پیش رهبر جمهوری اسلامی میگفتن که با آمریکا مذاکره نخواهد کرد ایران. کمی در رابطه با این چرخش موزم برامون توضیح میدین؟ بله، در حقیقت یک چرخش بسیار بزرگی انجام گرفته. تا به حال که سیاست جمهوری اسلامی شعار این بود نه غربی نه شرقی، الان سیاست این است که هم غربی و هم شرقی. خب به نظر میاد که در دستگاه حکومتی ایران اونجی که ما بهش بیت رهبری میگیم، در اونجا ترس و وحشتی از این مسئله به وجود آمده بود که با این قرارداد 25 ساله با چین و بعد قرارداد مشابه با روسیه، کم کم جمهوری اسلامی به نوعی تبدیل به یک مستعمره این دو کشور بشه و برای جلوگیری از همچی وضعی فکر کردن باید توازن جدیدی به وجود بیاد. بنابراین پیشنهاد آقای مالی الان در این شرایط که در جمهوری اسلامی به روی شرکت‌های آمریکایی باز بشه رو مناسب دیدن در ایجاد این تناسب. آقای رئیس جمهور پیشین هم در زمان تصویب برجام خب این فکر رو داشتن که شرکت‌های آمریکایی در ایران حضور داشته باشن و راه باز بشه برای مناسبات آمریکا ایران. اون زمان آیت الله خامنه‌ای شدیداً مخالفت با آقای اوباما کردن در این زمینه و حاضر نبودن و گفتن هیچ وقت پای هیچ شرکت آمریکایی به ایران نخواهد رسید. این که الان وضع اینطور هست، یک چرخش اساسی در دیدگاه ایشون هم به وجود آمده. شاید هم این باشه که ایشون در دیدگاهشون تنها بودن، زیر فشار جناح‌های مختلف سیاسی الان تغییر نظر دادن. ممنونم از توضیحاتتون. مهران براتی، کارشناس رابط بین‌الملل از برلین همراه ما بود.